همین الان که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، پشت‌سر شما گروهی از ایرانیان ساکن ایرواین در حمایت از اعتراضات سراسری در ایران یک تجمعی رو برگزار کردن. میدونم سازمان و گروهی که شما باشون فعالیت میکنین حالا میخواد این تجمعات رو از دید دیگه ببینه، اونم کودکان، که احساس میشه که الان در حال حاضر حداقل در تجمعات اخیر شاید کمتر به مسائلشون پرداخته شده. یه مقداری برای ما راجع به فعالیتتون توضیح بدین. همینطور که میبینیم هر هفته تو همه شهرهای دنیا ایرانی ها دارن تجمع میکنن که منعکس کننده صدای مردم داخل ایران باشن، بخشی از برنامه آخر هفته های هممون شده. ما یه گروه داوطلب هستیم، داوطلب های محلی، با همکاری گروه کارون، انجیو کارون که یه گروه فعال حقوق کودک هستن، به همین تازگی توی جریانات ایران شکل گرفتن، با همدیگه در کنار هم قرار گرفتیم تا به مناسبت روز جهانی کودک 20 نوامبر هست، اولین شنبه بعد از روز جهانی کودک 26 نوامبر رو از همه برگزار کننده های شهرهای مختلف بخوایم که با ما همراه بشن، در کنار هم متحد بشیم. و ما اسم این روز رو گذاشتیم Action Day to Stop Violence Against Children of Iran. همه دست به دست هم بدیم و تلاش بکنیم که بتونیم منعکس کننده این باشیم که تعداد کودکانی که داره کشته میشه هر روز داره بیشتر میشه و نهادهای بین المللی به طور خاص یونیسف در این زمینه باید اقدامی بکنن. خب با سازمانی مثل یونیسف تماس مستقیم هم داشتین شما در این ارتباط؟ بله، اتفاقا گروهی از دوستان من که ساکن تورنتو هستن 10 نوامبر جلوی ساختمان سی بی سی تظاهراتی رو، یک تجمع اعتراضی رو تشکیل دادن و مخاطبشون یونیسف بود. به یونیسف هم ایمیل زدن و دعوت کردن که توی این تجمع شرکت بکنه. نتیجه این تجمع در حقیقت منجر به این شد که یونیسف درخواست کرد که دوستان من در جلسه شرکت کنن، که متشکل از فعالین حقوق بشر هم هست اتفاقا گروهی که توی جلسه یونیسف بودن. و ما میدونیم که یونیسف در حقیقت 2 روز گذشته بیانیه ای صادر کرد. این نشون میده که فعالیت های جمعی ما از همه طرف میتونه مؤثر باشه. ضمن اینکه گروه کارون هم در ابتدای شکل گیریشون پتیشنی رو تشکیل دادن و مخاطب اونها هم یونیسف بود و در حقیقت بیانیه اولی که چند هفته پیش یونیسف صادر کرد در راستای اون پتیشن بود که تا الان نزدیک 80,000 تا امضا گرفته. ولی درخواست ما الان به طور خاص از یونیسف این هستش که دفتر ایران خودش رو ببنده و در حقیقت عاملان این خشونتی که علیه کودکان به هر شکلی داره اعمال میشه باید پاسخگو باشن. خب شما صحبت از 26 نوامبر کردین، من میخوام بدونم که برنامه بعدیتون چی هستش؟ یعنی برنامه خاصی هم برای بعد از 26 نوامبر و راجع به فعالیت‌های بعدیتون رو برنامه مقداری توضیح بدین؟ به هر حال موضوع کودک موضوعیه که باید به طور مستمر پیگیری بشه. اینکه ما در کنار هم قرار بگیریم و با اتحادمون باعث بشیم که حتی جان یک کودک نجات پیدا بکنه میتونه مؤثر باشه. یکی از چیزایی که ما برنامه ریزی کردیم و حتما روش اقدام خواهد شد این هستش که با نهادهایی که با کودکان کار میکنن، مثلا تو هر کشوری که هستیم با انجمنهای معلمان میتونیم تماس بگیریم که معروف هستن به یونین، یا میتونیم با پزشکان اطفال، دندان پزشکان اطفال، حتی یه دوستی پیشنهاد میکرد بیزینس های اسباب بازی فروشی ها، همه اون کسانی که با کودکان سر و کار دارن اونها رو مخاطب قرار بدیم، ازشون دعوت بکنیم و بخوایم بهشون بپیوندن، به اینکه جلوگیری بشه، به اینکه هر روز و هر روز وقتی ما این اطلاعات رو آپدیت میکنیم آمار کشتار کودکان داره بالاتر میره. پیام خاصی هستش که بخواید به ایرانیانی که در سراسر جهان قرار است روز 26 نوامبر تجمعات اعتراضی رو برگزار بکنن بگین؟ ما این ایونت رو میخوایم برگزار کنیم، از همه دعوت میکنیم بیان، به خاطر اینکه در تاریخ ایران کیانها کم نبودن و کم هم نخواهند بود و ما از همه میخوایم بیان، به خاطر اینکه به خاطر همه اون اتفاقاتی که توی مملکت ما افتاده کودکان بسیار زیادی بودن که شاهد دستگیری پدر مادرشون بودن، شاهد زندان رفتنشون بودن، کودکانی بودن که همراه پدر مادرشون توی زندان ها بودن، تا کودکانی که الان شاهدش هستیم که کشته میشن. برای سارا، برای نسرین، برای سیامک، برای فروغ و فرزاد، برای محمد صالح، برای کارون حاجی زاده که 9 سالش بود با 10 ضربه چاقو در کنار پدرش کوچکترین کشته قتل‌های زنجیره‌ایه و جای دست‌های خونیش روی در و دیوار مونده بود. برای همه کودکانی که طی این سال‌ها کشته شدن و به خدای رنگین کمان باور داشتن.